هفتم اردیبهشت 1398 یک خودروی سواری 206 در محله‌ای از همدان با شلیک دو گلوله به سمت یک روحانی 46 ساله اون رو به قتل میرسونه. به گفته یکی از شاهدان عینی حادثه، وقتی مصطفی قاسمی مقتول از حوزه علمی خارج شد، از پشت به ضرب دو گلوله توسط ضارب به قتل میرسه. قاتل این روحانی بعد از این حادثه در اینستاگرامش خودش رو عامل این جنایت معرفی میکنه و تلاش پلیس برای بازداشتش آغاز میشه. گفتم حسرت به دلم نمونه، من زدم یا خونده الان کشتم همدان. اینم بدانی دروغ. ساعتی بعد چند نفر از دوستانش که متهمان این پرونده بودن دستگیر میشن. در نهایت ساعت 5 صبح 8 اردیبهشت ماه قاتل روحانی همدانی شناسایی میشه و حدود ساعت 4:30 صبح روز بعد از حادثه نخستین تیم عملیاتی در یکی از خیابانهای حاشیه و فرعی شهر به این فرد برخورد میکنه. ضاربه با سابقه سلاحش رو زیر کاپشن مخفی کرده و مشخص نبود که سلاح به همراه داره که ماموران به او ایست میدن و بلافاصله با پرتاب کاپشن شروع به تیراندازی به سمت ماموران میکنه. این شرور که نوچه وحید مرادی بود و سابقه شرارت زیادی هم در پروندهش داشت، نامش بهروز حاجی لو بود. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. این روزها اونقدر حواسشون به افتادن روسری خانم‌ها در داخل اتومبیل و خیابون‌ها پرت شده که تهدیدهای علنی مسلحانه این شرورها و البته ناامنی در جامعه رو در این چند سال اخیر ندیدند. سکوت کن، هیچی نگو، وقتش شد، رحم نکن. این یکی از جملات تهدیدآمیزی بود که عامل قتل جنجالی طلبه همدانی در پیج اینستاگرامش منتشر کرده بود. مرد جوانی که خودش رو مرید و ادامه دهنده راه وحید مرادی میدونست و در شبکه‌های مجازی قدرت نمایی های زیادی با اسلحه از خودش نشون میداد. شرور و گندلاتی که طرفدارهای زیادی پیدا کرده بود و درست مثل وحید مرادی نوچه هاش گوش به فرمان اون بودن. بعد از این اعتراف در اینستاگرام بهروز داشت فرار میکرد که پلیس به این کریخانی ها و قدرت نمایی هاش مجالی نمیده و درست هنگام فرار اون رو زمین گیر میکنه. قاتل این طلبه روحانی وقتی نخواست تسلیم بشه با شلیک پلیس از پا در اومد. با مرگ این قاتل معمای این جنایت جنجالی همچنان بی جواب موند. پلیس با دستگیری همدستان دیگر قاتل در حال تحقیق برای این پرونده قرار داشت، اما به هر حال شایعه و خبرهای ضد و نقیضی در خصوص این اتفاق در سایت خبری منتشر شد. هرچند که هرگز داستان آنچه که اتفاق افتاده بیان نشد، اما ما هم به همین متنای منتشر شده در سایت‌های معتبر داخلی بسنده می‌کنیم. مصطفی قاسمی امام جماعت مسجد حاج کربلی بود و چندی پیش هم در حوزه علمی دامغانی به عنوان مسئول کتابخانه فعالیت می‌کرد. قاتل و مقتول هر دو ساکن یک منطقه بودند. همین موضوع شاید وجود انگیزه شخصی را قوت بخشید. هرچند مراجع رسمی این مورد را تایید نکرده بودند. بهروز حاجیلو در منطقه قاسم آباد همدان زندگی میکرد و به گفته که برخی از طرفداران وحید مرادی از اراذل اوباش معروف همدان بود که این فرد پیش از این عکس‌ها و فیلم‌هایی با انواع سلاح‌های گرم در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود. بهروز حاجیلو بعد از ارتکاب قتل مطلبی در صفحه اینستاگرام خودش منتشر میکنه و به قتل اعتراف میکنه. بعد از وقوع قتل و شناسایی قاتل، پلیس بلافاصله در صحنه وقوع جرم حاضر میشه و برادر قاتل رو دستگیر میکنه، چرا که خودرویی که از اون در جریان وقوع قتل استفاده شده بود متعلق به برادر قاتل بهروز حاجیلو بوده. در این میان بخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان همدان اعلام کرد که ضارب از روی اطلاعات پلاک خودرو شناسایی شده و تلاش برای دستگیریش ادامه داشت. هرچند که بعدها استوری بهروز حاجیلو که ادعای کشتن این طلبه رو مطرح کرده بود اکنون از صفحه او حذف شده. ساعت 4:30 صبح روز بعد از این حادثه این شرور از مخفیگاه خودش بیرون اومده بود. بلافاصله توسط ماموران پلیس شناسایی و در یک درگیری مسلحانه در منطقه جانبازان همدان بعد از 15 دقیقه درگیری خونبار کشته میشه. هنوز انگیزه ی قتل طلبه ی همدانی روشن نبود که 4 نفر از اقوام بهروز حاجیلو دستگیر میشن.
هرچند به گفته یه برخی از منتقدان صفحه اینستاگرام این قاتل همچنان بازه و به فالوورهای اون اضافه میشه. بعدها شایعه‌ای منتشر شد که قاسمی روحانی که توسط حاجیلو به قتل رسیده فتوایی با این عنوان داده بود که زنان و دختران ایرانی صیغه نیروهای هشت شبی عراق بشن. ادعایی که نه اون رو تأیید و نه تکذیب میکنیم. اما بر اساس برخی نقدها و نوشته‌ها در مورد قاتل که در رسانه‌ها به عنوان شرور معروف معرفی شده، میشه اینو فهمید که این متهم از شروران معروف و سابقه دار همدان بود و چندی بار به جرم‌های مختلفی مانند شرارت و قدرت نمایی دستگیر شده بود. آخرین بار هم در سال 1395 از زندان آزاد شده بود. اگر شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کنیم می‌فهمیم کسانی که مرید وحید مرادی بودند رفتار بهروز حاجیلو رو اما سرزنش می‌کردند. اونها می‌گفتند شعار وحید مرادی این بوده: خط بنداز اما نکش، چون از جوانمردی بدوره. تنها قتلی که از وحید مرادی در پروندهش هم بود همون قتلی بود که در مهمانی ولنجک اتفاق افتاد، اما کسی شرارتش رو منکر نیست. این خیلی عجیبه که فردی بخواد مرید کسی باشه که چنین شعاری داشته باشه، اما اینقدر در فضای مجازی تهدید کنه. بهروز حاجیلو این جمله رو در اینستاگرامش منتشر کرده بود: قبرستانی در ذهنم درست کردم که هر شب یک نفر رو در اون دفن میکنم. شاهدان عینی این ماجرا اما به نکته قابل توجهی اشاره کردند. وقتی که قاسمی از حوزه علمی خارج میشه، بهروز حاجیلو اون رو صدا میزنه و میگه: ببخشید، شما آقای قاسمی هستید؟ بعد آقای قاسمی میگوید بله و کشته میشه. در روایت‌های دیگه اینطوریه که بهروز حاجیلو چند دور میدون شهدا گشته و در نهایت جلوی در حوزه منتظر قاسمی نشسته و به محض اینکه قاسمی از حوزه بیرون میاد از ماشین پیاده میشه و اون رو هدف گلوله قرار میده. در نهایت از اونجایی که به نظر میرسه قاتل مقتول رو نمیشناخته، به نظر نمیرسه انگیزه شخصی در میون بوده باشه. اما بهروز حاجیلو از محل قتل گریخت که با فعالیت‌های اطلاعاتی و شناسایی ناجا تحت تعقیب قرار می‌گیره. قاتل روحانی همدانی در حالی که در قروه کردستان بود و می‌خواست از مرزهای غربی کشور فرار کنه، در مخفیگاه شناسایی میشه و به ضرب گلوله کشته میشه. او در زمان دستگیری اقدام به درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی کرده بود. بعدها 4 تن از دوستان قاتل که در فراری دادنش نقش داشتن نیز دستگیر میشن. او بعد از پیام به دوستان و هوادارانش قصد فرار داشت، اما ماموران انتظامی همدان که در تعقیب اون بودند ساعت 5 صبح اون رو شناسایی میکنن و در منطقه دستور ایست میدن. او که با عدم توجه به دستور پلیس به سمت ماموران تیراندازی میکنه، در نهایت کشته میشه. وقتی ماموران بالای سر جنازه او رفتند، متوجه شدند که قاتل یک اسلحه و چند خشاب پر به همراه داشته. هرچند که ابعاد این حادثه همچنان مشخص نیست، اما پرونده این شرور با سابقه همدانی برای همیشه بسته شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.